با گذشته حدود یک سال از زمان استقلال جمهوری خودمختار کریمه و پیوستن این منطقه به فدراسیون روسیه مراسم هایی برای بزرگ داشته این اتفاق در این منطقه در حال برگزاری است مقام های محلی کریمه میگویند اکثر ساکنان این منطقه بابت استقلال از خاک اوکراین و پیوستن به فدراسیون روسیه رضایت دارند رئیس جمهوری خودمختار کریمه میگوید در شرایط کنونی بیش از 90 درصد از ساکنان منطقه حامی دولت و تمامی اتفاقاتی هستند که در ماه مارس سال پیش رخ داد من شخصا در این این باره شکی ندارم و از تمام رسانه های غربی نیز میخواهم هر زمان که میخواهند بدون هیچ هماهنگی به اینجا بیایند و نظر مردم را جویا شوند <تصفح> یکی از ساکنان این جمهوری خودمختار اما نظری متفاوت دارد و میگوید <تصفح> <تصفح> به نظر من نتیجه پیوستن به روسیه کمی شرایط حقوقی ما را بهبود بخشیده اما از نظر اقتصادی و با افزایش قیمت ها مردم همچنان در رنج هستند. بهبود شرایط اجتماعی برای روس زبانهای ساکن در نواحی شرقی اوکراین یکی از مهمترین دلایل مخالفان برای تلاش جهت جداسازی این شبه جزیره از خاک اوکراین بوده است یکی از نمایندگان گروهی از فعالان حقوق بشر در کریمه میگوید بیش از هر چیز شاید بهتر است بر این نکته تاکید کنم که شرایط برای برپایی تظاهرات و اعتراضهای مردمی برای گروههای خاص و نمایندگان آنها کاهش یافته است حتی در موارد نیز شاهد نقض آزادی بیان بودهایم همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تبلیغ مربوط به گفتگویی که قرار است از تلویزیون دولتی این کشور پخش شود میگوید که الحاق شبه جزیره ای کریمه به فدراسیون روسیه قبل از سقوط ویکتور کوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین طراحی شده بود است